بهترین نسخه فیفا نوستالژی فیفا 10. سلام و درود خدا رو شما باد. این بار اومدیم سری نوستالژی های فیفا رو استارت بزنیم، اما از بهترین نسخه فیفا شروع کردیم. چرا؟ یعنی طبق تحقیقاتی که من کردم، اولا که من خودم فیفا خیلی بازی نمی کردم قبلا، ولی بازی می کردم، ولی طبق تحقیقی که من کردم این نسخه از فیفا از صد نمره 91 نمره گرفته بود. نوشته گاهی تغییرات جزئی اما کارآمد می تواند زمینه‌ساز بزرگترین تفاوت ها شود و این مرز موفقیت فیفا 10 بود. پس احتمالاً یه سیزن آپدیت فیفا 9 بوده. این نسخه از فیفا که میخوایم بازی بکنیم بیشترین نمره بین PS و فیفا بوده، یعنی بهترین نسخه فوتبالی میشه گفتش از لحاظ نمره. پس بریم سراغش. لایک گذاشت که میشن یوتیوب فرامش که واسه انرژی. بریم سراغ ویدیو. یه حرکتی از خود نشان بدهیم ما امیدوار میشیم. آها اینجا لودینگش. ممنونم از اینکه کلاً چی نمیدید. بله آقای رونی رو مشاهده میکنید در تصویر و این نسخه 2010 بعد دست PS5 خوند. ما PS 2017 نصب کردیم، PS5 ساپورت نمیکرد، این داره ساپورت میکنه. کریت داداش، کریت دیگه بزن. آها اینجاش با موس. خیلی خوب، واسه اینجا یه سری چیزا آورده که من الان نمیدونم چی میشه. سلکت یور تیم، ولی منظورش رو نمیفهم. یعنی مثلا بزن مثلا آرسنال. حالا کیک آف داره، لایف سیزن داره که حالا من دقیقا نمیدونم داستانش چی، اصلا بازی هم نکردم. گیم مود داره که حالا فکر کنم این بیکام لجندشه. اینا رو خدا. منیجر مود بس همون مستر لیگشه. منیجر او تورنمنت مود، اینا رو اصلا متخان اطلاعی ازشون نداره. اینجا هم که لود و اکسپورت و نمیدونم. بریم از همون اول کیک آف شروع بکنیم. خدا وکیلی اون موقع 1080 ساپورت میگه. 2017 720 ما میرفتیم PS17 رو. خیلی خب اومدیم تو منو. یه منو این بسیار ریزی هم داره اون بالا. حالا مثلا شو. اون موقع که آرسنال و اینا رو لایسنس داشتن بابا دمشون گم، لیگ جزیره همش دست اینا بوده. او من سیتی فقط دست PS بوده. ایوال خیلی خب، ما میخواییم لیورپول رو برداریم. چلسی رو بگیر بریم دیگه. تیم حریفم هم تاتنهام. من میخواییم برام این بر کاستوم تیم استایل جان. نه بابا اون موقع هم این چیزا بود، کاندر تارگت آن باشه یا آف باشه، آن باشه. اینا بازیکنهای اصلی ما هن، دروگبا بوده، لمپارد و بالاکو، اشلی کول و امثال هم. خیلی خب، بازی شروع میشه و در یک ورزشگاه زیبا، یعنی ورزشگاه چلسی. اوهو ببین خدا وکیلی کیتا رو خیلی دوست دارم، کوالیتی کیتا رو. اوه یه تیزری هم اول کار به کار میگیره، گرم کردن و اینا رو. ببین شماتیک که دقیقا شماتیک که PS دقیقا مثل همه بودن. یعنی ببین خیلی شبیه هم بودن قبلا، PS و فیفا خیلی شبیه هم بودن. الان مخصوصا اصلا فیفا زمینش کوپ PS، یعنی حتی همین جاش داش با چی پاس میدی قربونت بشم. الو واو پاس بده. الو چی شده؟ بانک سانت بابا. این چرا آقا چرا این نمیدوه دنبال تو؟ ای داداش دو نفره آوردی؟ بابا توپو بگیر. بابا تو همینجا وایسا، دستت اینو برگم شه. آهان تازه شد درست سابی. اصلا رو به جلو الاسان میکنیم، رو به داخل. داداش با چی توپو میگیره ازشون؟ بیا برگم شه بیرون عوازیچ. آره خدا با ایمونی قیبل. بعد این میگه چی لباس؟ آها اینت باشی آینت باشی. اینه فیفا رو دوست داشتم قبلا، یادم اینو بازی میکردم. تو رو خدا نیا بیرو، این زبدرش خرابه. واسه اونا یه تیم دیگه دوزاری موزاری بگی، همین آرسنال رو بگی واسه اونا، ما نخواستیم. خب گرفتیم شده داشتم. بریم تو بازی رو شروع میکنه متخان. رو به جلو و حرکت میکنه رو به جلو داخل. اوهو ریبری و باش بزن. نای وای سایه بازیکن‌ها رو زمین می‌بینی چقدر رئاله. الان ای فوتبال داداش همین سایه رو نداره خدا وکیلی، جدی دارم میگم. ایس پدر سلواتیا یا علی. داشت گیم پلی رو دوست دارم ولی ما نمیتونیم کاری انجام بدیم، در عجبم. یا علی برو شوت کن گل شه، بزن شوتو. آما سلواتیا گل به ثمر میرسونه این بازیکن. به به خدایی حال میده ولی اصلا با دوربینش نیستم. دوربین خود بازی خیلی مزخرفه، این دوربین بهتره. خدایی این دوربین بهتره. دوش کیفیت چمن و جلو نگاه کن، پای دروازه‌بانو. ببین انیمیشن بازیکن‌ها خیلی خوبه، کیفیت لباس خیلی خوبه و حتی موها رو تو ببین. خدایی کیفیت چمن، خدایی دیدی کیفیت چمنو؟
الان این شماره 33 ما بعد تیم چجوری میکشه بالا داداشه گلم. الان مثلا ما اینجوری مثلا واسه کاری های زیبا میریم واسه کشتر سانت، اگر بذارم ما بیاریم عالی میشه. رفتیم واسه سانت کشی، حالا این بازیکن سانت عالی میکشه رو سر بازیکن خودی. سانت کن داداشم، سانت کن اینو، سانت بلند ضربه سر گل شد. ای والا معتی سانکش معروف است. ببین خداست بازی، این بازی واسه سال 2009 من بودم. موها رو ببین داداش، خداست، خدا وکیلی حال داره میده. این از کورنر ما چجوری میتونیم بکشیم؟ یه ذره دیلی داریم تو کورنر، ولی اگه بخوای کات دار بزنی چجوری میزنی؟ کات دار زیبا بزن هدو بابا، خیلی خوبه خدای. اما شلو فلنکریک بری برو گازشو بگی، فرانک گازشو بگی، نکن اینجا رو میگم خسته میشه. اصلا خستم نمیشه، چه زیبا به داخل میاد و شوت. وای، تنها چیزی که مشکل داره اینه که 60 فریم نیست. ایرادی که میتونم بگیرم ازش فقط واسه اون زمان، شاید هم حالا چیز باشه مثلا ایراد زیادی باشه، ولی باید گرف ایرادو. پنالتی کشی و اینا، مثلا ما اینا چیکارش کنم حالا ما این بعد نشون نمیده. ببینم که الان پنالتی چجوری میزنه. ای بابا، بله الان متخان در اون دروازه قرار گرفته. ای بابا از این نما نشون میدی خیلی باحال. اینوری برو، از این نما خداست نشون میده. آقا گوش مصنوعی اسکول بکنیم یا نکنیم؟ اسکول نمیکنیم، بزن بره تو گل. چرا میگم مثلا این بر از این نماش خیلی خوبه. بعد چقدر هم زایه است اصلا. این بالا چپ و راست نشون بده، ایناش خیلی مسخره است داداش. ایوال مثلا ایناش مثلا کارای گرافیکی و اینا تو منو خدایی صفر. بابا ولمون کن دیگه، الان مثلا یه همچین چیز مسخره ای. من وقتی دارم میپرم راست یه بالا پایینش خود دروازه رو احمق باید تشخیص بده بپر بگیره. بزن وسط، پدرش رو تلفن با پا در آورد دروازه ما رو نگاه خدایی. بزن برد ما رو. ببین حالا اونو که ما رفتیم خب، ولی این نمیشه بی اپرو یعنی یه دونه پرو باش. فکر کنم منظورش اینه یه پلیر میتونیم خودمون باشیم. آره همین آرژانتین خیلی قوی بود اون موقع. بعد ما الان یعنی اینو بزنیم میره رو لوکیشن استادیوم ها، اینجا میتونیم عوض بکنیم. واسه اینا برزیل وردار آورکلا. زانتی چی میگه دیگه؟ آهان ایول میگه کدوم بازیکن میخوای باشی؟ آقا من میخوام مسی باشم، لیونل مسی. بره آر اس بزن بره. بازی شروع می شود. این ماست رو صفحه چی میگه؟ این پدر سلباتی، به به کاکو جون، میسی، به به زانتی، اوتامندی. داداش ببین فیس ها خدا بودن واسه اون زمان، خدا بودن اون زمان. نظر منو بخوای فیس ها خیلی خوبن، فقط انیمیشن لباس ها داغونه و اصلا بازیکنان رو هوا واسدن. اینجوری بهت بگم به به بازی رو باز میکنن آقای مسی خان. ای چیه دیگه؟ کیبورد احمق، مگه من نگفتم بره اون بر. بعد الان ما با دایره قرمزه رو همچنان داره میزنه. فکر کنم منظورش اینه که یعنی ما باید اینا رو یا حضرت عب چی دی ریبلایی دارم میزنن. او این پایین رو داری میبینی؟ این مثبت و منفی کاره، یعنی نشون میده که آقا تو خوب داری بازی میکنی یا بعد با چی پاس میگیره اصلا. یعنی ما ها ایول زبده رو میذاری پاس میگیره دقیقا مثل همون فیفا 22 هست. هیچ اوه 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 او. میبریم اینو شو بازی کردم میدونم. بده پاسو لیونل مسی، توپ گرفته باید پاس بده و حرکت بکنه. لیونل مسی پاسش رو به جلو خود شرکت کرد، میتونم بهش پاس بدن. به مسی پاس میرسه، شوت مسی، پاس مسی نمیرسه متاسفانه. ای گلو زدیم که. من سوالم اینه اگر این بخش سبز زیاد مثلا نشه در همین حد و اندازه بمونه، مسی یعنی تعویض خواهد شد. بعد یعنی نکن اینجا الدور میگیری خودش الان داره میره جلو. نکن من دست نمیزنم، خودش داره میره جلو. یو علی چه گولی خوردی. توسط توپو گرفته حرکت میکنه رو به جلو، بعد پاس بده به لیون مسی. مسی شوت الان چیه مثلا بالا سر مسی اومده؟ پاس به لیونل مسی، مسی حرکت عالیو داره انجام میده رو به جلو خود مسی و گل نشد باز دوباره. ببین دقیقه 80 داره میشه ولی ما رو هنوز تعویض نکرده بانکر ریدیم. آیا این نتیجه اینه که مثل پی اس پی سوئه که و اگر که ما یعنی جون داشته باشیم خسته نشیم ما رو تعویض نمیکنی؟ برو مسی، مسی برو، مسی برو، مسی برو.
و ماشاءالله توی دروازه، توی دروازه لیونل مسی دقیقه 83 دروازه رو باز میکنه. شما رید آرژانتین نگاه میکنیم با هم دیگه، چقدر زیبا اومد جلو و چه گلی زد، بیر کن قشنگ بود. این من نقش مربع رو نفهمیدم، ما میزنیم میره بالا سرمون. آه برنده شدیم، ایوان مبارکتون باشه. آه مسی میگه چی؟ 12 پاس موفق، 3 پاس، 3 تا شوت در چارچوب، 522 متر دوید. نوشته گیم مودز. خب این که همون بیکام لجند خودمون 100%. حالا بریم ببینیم که چطوریه. بزن کانتینیو. بعد نوشته نیو بی پرو کلاب اند خب کانتری. چیکار کنم الان؟ خب منظورش اینه که فکر کنم یه دونه بازیکن انتخاب کنم یا یه باشگاه انتخاب کنم. آها رئال مادرید لایسنس هم بوده اون موقع. سلکت پلیر کریستیانو رونالدو، ولی اوورالش 88 بود، یه دونه از مسی کمتر بود. اولین بازی سوپر کاپه. خب الان چی داشت؟ این چی داره نشون میده؟ اوه چه جالب، ایکس لول هم زده، چقدر میره بالا. بابا خاک تو سر پیس خدایی. میگه که چی؟ میگه انقدر اکسپی میگیری به خاطر بازی بعدی و لولت هم 8. حالا توتال اکسپیات اکسپای ما جمع شدن جمع شدات هم که فعلا 0 و فلان و بیسال. کلندر داره که حالا داری مشاهده میکنی تقویمشو، ولی چقدر بد که نمیشه اسکیپ کردش. بله کریستیانو رونالدو کاکا سر. وای وای چه نسخه ای از را. بابا اون برا بگی رخکن و چیز نیمکت رو بگی چه قشنگ درست کردن خود رو خیلی باله. یا علی گل خوردیم از مسی. مسی هم رونالدو حرکت آریو انجام میده، تیر دوم گل نمیشه. وای توی دروازه، توی دروازه. ها چری ببینزم بابا شماره ای آسه گل با سمرسان بتونی شماره ای ماه بعد. خب اوکی ای 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 حالا رونالدو باید کریستیانو رونالدو رو گرفت و اینم کاتدار چجوری میشه زد. خیلی مسخره شوت میکنه، کاتدارش چجوریه داداش؟ 4 شوت کرده یه دونه چارچو بوده. یکی که شدیم فقط که جن زدیم. بله این بخش بی کامل لجندشو من بخوام خدایی بهش نمره بدم از 0 to 10 خداییش از 3 بدم، چون نه اصلا میشه منیج باز خودت ایجنت بگیری، نه میشه اصلا نه تیزری داره، نه بازیکن قرارداد میاد امضا میکنه، اصلا هیچی. این بخش حالا منیجرش هم هست، احتمال زیاد منیجرش هم همینجوری باید باشه. یعنی اگه ما میخوایم بریم منیجر مود احتمال زیاد دقیقا مثل همینه. خب چند تا پیام و اینا اومده که حالا ما میذاریم ادوانس بریم جلوتر. ببین بودجه اینا رو مشخص کرده، ما قرارداد بعد امضا کنیم. خب مثلا قرارداد امضا کردیم و سلکت تیم 1 مثلا، حالا ما اینا اونجا باید چیکار کنم؟ یعنی چی الان؟ خب الان تازه بخش اصلی شروع شده اینجا. خب مکان حالا بخش آفیس داریم، چیه تو آفیسمون؟ کلندر داریم که همون تقویم میشه و شما تقویم رو نگاه میکنی ولی جلو نمیتونی بری. خب چرا جلو میری؟ مثلا اگه ما بخوایم بریم اینجا چی میشه؟ خب خیلی چیز مالی نیست، اتفاقی نمیافته اینجا، هم دیتیل و جزئیات هم. بله در کل 388,000 تا پول داریم، چقدر مسخره. یعنی ما میتونیم به بازیکنامون لول بیافزاییم و اضافه کنیم بهشون. یعنی چی؟ یه مربی مثلا دفاع ها رو یه دونه بهش اضافه کردم. خب چی شد؟ ما از همون 200,000 تا پول گرفت. چیزایی باحالی داره این بخشش، اینجا چیزایی باحالی داره، من خیلی سر در نمیارم، اما از بخش بیکام لجندش خیلی بهتره. به جز این بخش چیز خاص دیگه نداره، به جز همون بخش آفیسش، همش تو آفیسه، بعدش هم نکست مچ و اینجور چیزاش. به نظرم واسه سال 2000 این بد نبود، خیلی هم خوب بودش. نظر شما چیه؟ اگه بخواید از 1 to 20 به این بازی نمره بدین چه نمره ای میدین و چرا و چه خاطره ای از این بازی دارین؟ چه چیزای خوبی داشته به نظرتون؟ امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید، لایک و سابسکرایب کنید تو فرامون شه. نسخه باحالی که دوست داریم بریم رو بنویسید. تا ویدیوی بعدی فعلا.